saldırısı sonucu bir şehit haberiyle. چند سالی است جان باختن نظامیان خبری ثابت در رسانه های ترکیه. هر چند وقت یک بار نقاط مختلف این کشور شاهد تشییع جنازه و خانواده های داغدار. هزاران کشته در خارج از مرزها، تنها در سوریه بیش از 330 نفر. سرکت آردن وریولر. مدام ضربه روحی به ما وارد میشه. هر روز نمیخوایم شاهد تشییع جنازه فرزندانمان باشیم. سیاستمداران مخالف دولت ترکیه در داخل به شدت معترض به تلفات انسانی در خارج، در شرایطی که ترکیه درگیر جنگی نیست. بیزی باسکرلرین اردا نه ایشی بار؟ سربازان ما در لیبی و افغانستان چی کار دارن؟ با چه توجیهی آنجا هستن؟ چرا باید جوانان ما را در خارج از مرزهای کشور به راحتی از دست بدهیم؟ در حالی که دولت و مردم ترکیه از حضور بیگانگان در کشورشان بیزارند، حتی بر این باورند حضور پایگاه‌های آمریکایی در خدمت رژیم صهیونیستی بحران امنیتی چندین ساله برای کشور محسوب می‌شود. ترکیه olarak هم انجیلی کوسونن هم کورجیک ما جوانان ترکیه خواستار تعطیلی پایگاه‌های انجیلی و کورجیک و اخراج نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از خاک کشورمان هستیم. شهیدلر ölmeyecektir. Bu vatan bölünmeyecektir. فضای انتخاباتی زود هنگام در داخل و مشکلات اقتصادی ناشی از چالش‌های سیاسی و امنیتی با غرب، نگاه کارشناسان و احزاب را به یک چشم‌انداز سیاسی معطوف کرده است. ترکیه برای خروج از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در آینده نزدیک نیاز به تعامل بیشتر و توسعه همکاری با کشورهای منطقه و همسایگان دارد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.